استونی ولایت چلیابینسک روسیه خبر داد که پرونده شهروند 24 ساله تاجیکستان را که به تجاوز و کشتار یک زن محضگر در شهر چلیابینسک در ماه سپتامبر سال 2021 عیبدار می شود به دادگاه ولایتی سپرده است. خود این جوان که قریب یک سال باز در بازداشت قرار دارد برای شرح پرونده‌اش دسترس نیست، ولی دادستانی گفت که او در رفت تفتیشات به گناه خود پورا اقرار کرده است. به این جوان تاجیک همچون جزا تا حبس عمرباد تهدید میکند. ناتالیا مامایوا یاور دادستانی ولایت چلیابینسک روز 25 آوگوست سال 2022 به پایگاه خبری اورا رو در شرح این پرونده گفت به این مرد بر اساس بند به قسم 2 ماده 131، بند به قسم 2 ماده 132، بندهای ده و که قسم 2 ماده 105، بند و قسم 2 ماده 158 و قسم 2 ماده 325 کودکس جنایتی روسیه با اتهامات تجاوز به ناموس با بی‌رحمی مخصوص، حرکت های زورآورانه شهوانی با بی‌رحمی مخصوص، کشتار با بی‌رحمی مخصوص با مقصد پوشانیدن جنایت دیگر و دزدی از جمله دزدی شناسنامه عیب اعلام شده است. فکر عیبدارکنی در رابطه با این پرونده از جانب دادستانی تصدیق شده، پرونده به دادگاه ولایت چلیابینسک روانه کرده می شود. بنا به فرضیه تفتیشات صبح 13 سپتامبر سال 2021 عیبدار شونده که در حالت مستی قرار داشت از روی اعلان خدمت رسانی های ایروتیکی با مقصد قانع ساختن طلبات شهوانیش به یک منزل در کوچه چایکوفسک آمده است. زن مازگر که به مردم مس ایروتیکی پیشنهاد می کرد برای این جوان توجیک مس ریلکساسیا را انجام داده است، ولی جوان چیز بیشتر از مس میخواست است و به این زن پیشنهاد علاقه جنسی کرده است. زن این را رد کرده به جوان خطاب کرده است که خانه او را ترک کند، اما جوان با روی زورآوری به ناموس زن مازگر با یک بی‌رحمی مخصوص تجاوز کرده، بعد این از ترس اینکه او میتواند به پلیس شکایت کند او را کشته است و تلفن و پاسپورت او را گرفته آن خانه را ترک کرده است. وقتی که زن در دوام روز یگان بار از خود درک نداد، نزدیکانش به سراغ وی افتاده جسد بیجانش را در منزلش پیدا کردند. جوان توجک را بر اساس ثبت ویدیو کامراهایی که در آن منزل گذاشته شده بود زود معاین و دستگیر کردند. زن مازگر همگی چند روز قبل از زادروز 35مش کشته شد. تفتیشات میگوید که جوان او را برای اون کشته است که جنایت قبلیش یعنی تجاوز آشکار نشود. بخبر از اون که کامراهای زیاد در آن منزل نصب شده هر قدم او را به نور میگرفتند.